شما بخیر دوستان عزیز، من بازم برنامه خاطره هاست که طریق تلویزیون سفینه پیشنهاد می شود و برنامه هست که ما خاطره از دوره های گذشته می کنیم، اطراف همون هنرمندان حرف می زنیم که واقعا هم نامشون ترانه هایشون در صحیفه های تاریخ نقش بست و واقعا هم ترانه های را افشا کردن که با گذشت سال ها اونها کهنه نمی شوند و به هر یک نسلی که تولید می شود به همون نسل با نسل های من بعد خیلی پسند هستن و واقعا هم ما در همین برنامه هنرمندان زیاد رو یک بار دیگر در خاطره های خیش ورق گردان کردیم، ولی بار نگفتیم که بعضن نواها، بعضن موسیقی ها، آهنگ هایی که پیشنهاد می شوند زحمت دست کیست، زیرا هنرمندان رو ما می بینیم، چهره هایشون برای ما آشنا است و می دونیم که کدام ترانه مال کیست، اما خیلی کم می دونیم درباره یک نوازش معروف، درباره یک نوای دلنشین که آفرندگان همین گونه موسیقی ها زحمت کشیدن سالیان زیاد برای رشد این یا اون انسامبل، برای شهرتمند گردیدن اون تلاش های خیلی زیاد کردند و یکی از همون گونه چهره ها مبارکشاه جمعیف است که فعلا نوازش او را اجرا کردیم با همراهی انسامبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان و همین نوازش عنوان می شود خاطره و امروز در مهمانی ما دوستان عزیزمان قرار دارن نوازندگانی همین انسامبل و همچنین بهادر دولتزاده دایرکتور کالج صنعتی شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف. خوش آمدید به برنامه‌مون. بیاید در ابتدا درباره همین گونه نوازش ها حرف بزنیم، درباره آهنگ هایی که در عموم اجرا کرده می شوند. مردم نوابسته به اونی که همون آهنگ رو می دونند برایشان آشنا است، در برنامه های کنسرتی گوش می کنند، خیلی کم می دونند در باره آفرنده همون نوازش، مثل همین نوازش که امیهان اجرا شد. تشکر زیاد. امروز برنامه خاطره با افتخار یکی از چهره های شناخته صنعتی مطربی تاجیک استادان مبارکشاه جمعیف و گلبیگ سعادت بخشیده می شد و چخلی که شما قید نمودید اولین نوازش که از جانب مطربانی انسامبل نوروز منظوری ما و شما گردید هم نام همین برنامه خیلی زیبا دیدنی خاطره، یعنی خاطره نام داشت. بله. و از شنیدن این نوازش ما به خاطره دوری دور سفر کردیم و خاطره خود را صحیفه گردان نمودیم و ذکر نمود که در دنیای موسیقی سبزیدن به هر یک هنرمند میسر نمی گردد. یک راهی خیلی مشکل است، یک راهی طولانی است، یک راهی است که دلخواه هنرمند همین راه را طی میکند، اما نه هر کس به قله همون معروفیت و موفقیت میرسد. آهنگ سازان، مطربان چیره‌دست، هنرپیشه خلقی تاجیکستان مبارکشاه جمعیف و گلبیگ سعادتوف را می توان در قطار بهترین هنرمندان نام گرفت. آنها خود سراپا صوت و نوا بودند. آهنگ طبیعت را فکر می کنم از خوردی با یک جالبیت به خود خاص، با یک استعداد بلند، با یک استعداد نوتکرار درک می کردند و آنها در آغوش طبیعت به وای رسیده بودند. این در آغوش موسیقی، در آغوش موسیقی، در آغوش طبیعت، چون که اونا زاده کوهستان تاجیکستان بودند و این طبیعت نوتکرار زیبای این سرزمین فکر میکنم برای هنرمند و ایجادکار شدن این هنرمندان تاثیر خود را گذاشته بود. و میگویند که همین دو شخصیت واقعا هم بزرگ در رشد انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سهم نظر است دارند. بله، از صحبت هایی که ما با این هنرمندان اصیل بیاد داریم، در خاطر داریم، استاد مبارکشاه جمعیف از نورسی بناختن سازی بابایی ربابی بدخشانی و گلبیگ سعادتوف بناختن سازی سه‌تار بسیار شوق و رغبت بنیاد زیاد داشتند و این بود که اونها را این شوق و رغبت، این محبت آنها را به شهر دوشنبه می آورد و آنها به آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه، امروزه کل صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف داخل شده، آن را با موفقیت ختم نموده کار فعالیت خود را در این سمت آغاز میکنند. یعنی که از سالهای 60 عصر گذشته، یعنی پیشتر از اون که انسامبل دریا تاسیس یافته. بله، پیشتر از اون که انسامبل دریا تاسیس یافته بود، آنها در اول کار را در انسامبل آوازداری در اون سالها خیلی با نفوذ پامیر
آغاز میکنند و خود را در این انسامبل چون مطربانی چیره دست معرفی مینمایند. بعدان آنها را انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو ناسی حکومت جمهوری تاجیکستان با آغوش خود میگیرد، یعنی که میپرورد. در اینجا آنها هنری خود را سیخل میدهند. استاد مبارکشو جنایف را به حیث راهبر موسیقی انسامبل زیبا تعیین مینمایند که در برابر گروه رقصی در انسامبل زیبا گروه مطربان نیز فعالیت میکرد و استاد مبارکشو جمعیف یعنی راهبری این گروه را بر ذمه داشت. و سال 1989 که انسامبل دایره با راهبری استاد بزرگ ما هنرمند مردم تاجیکستان سید قربیلالوف تاسیس مییابد، استاد مبارکشو جمعیف را به حیث راهبر موسیقی انسامبل در این انسامبل نو تاسیس دعوت میکنند. استادان در این انسامبل از نو احیا میگردند، از نو خود را پیدا میکنند، فکر میکنند آهنگ دایره میآفرند، سرودی دایره میآفرند، همساز و همنوای دایره میشوند. بله، و گمان میکنم که گویا که یک شکل و شیوه انسامبل دایره که گروهی سرایدن و گروهی نواختند، اونها را اندازی کردند همراه با هنرمندان انسامبل. بله، ما طول چندین سال شخصا خودی من با این استادان کار فعالیت نمودم در انسامبل دایره. ترتیب کاری که از 4 ساعت کاری عبارت بود، ساعت اول کاری حتما این از نواختن نوازش ها آغاز میگردید و ما در این یک ساعت کاری که تنها با نوازش ها سر و کار داشتیم حتما از ایجادیات این دو نفر در این کارگاه استفاده میبردیم. موسیقی های این دو مردی هنر همیشه در تمام برنامه های کنسرتی که از جانب انسامبل دایره چی در داخل کشور چی بیرون از اون معرفی میگردید، اجرا میگردید، حتما در این برنامه های کنسرتی جا دادن میشودن. چون تا کنون هم هستن؟ بله، تا کنون این نوازش ها صدا میدین. نوازش ها استاد مبارکشا جمعیف سراهنگ برنامه های رادیویی، گفتارهای رادیویی، برنامه های تلویزیونی بودن و تازی رستن. بله، و درباره همون نوازشی که در ابتدا اجرا کردیم خاطره، درباره همین نوازش چی میدونید؟ کی تولید شد؟ چی سبب شد که همین نوازش رو اجرا کردن، پیشنهاد کردن؟ همه روزه استاد این استادان برای انسامبل دایره یک نوازش نوی رو پیشنهاد میکردن. بعد از سالهای 2000 استاد مبارکشو جمعیف همین آهنگ رو منظور ما مطربان انسامبل دایره گردانید. خیلی نوازش دلنشین بود، فقط میگفت که از ما خواهش کرد که همین نوازش رو چی نمونیم به فکر شما. خیلی ما این نوازش رو یک جا گوش کردیم، یک جا نبختیم و فکر به سر اومد که این نوازش خیلی که گفتیم انسان رو به خاطره های دور میبرد. بله، به خلاصه اومدیم که نوازش نام مونده شود خاطره و این نبینید که امروز ما در برنامه خاطره آغاز نمودیم با موسیقی خاطره. چند سال با هم کار کردید؟ با هم طولی 15 سال یک جا کار فعالیت نمودیم. خیلی زیاد. و بیاید نوازش دیگر رو اجرا کنیم. کدام نوازش رو انتخاب میکنیم؟ منظوری ما و بینندگان یک نوازش از استاد گلبک سعادتوف که فیضی سحر نام دارد. منظوری ما و بینندگان میگرد. مرحبا. Thank you.
دوستان عزتمند، این برنامه خاطره هاست و ما در این برنامه اطراف دو نفر نوازنده، دو مطرب صاحب استعداد، دو آهنگساز و دو شخصیتی که واقعا هم ما در برنامه های باشکوه انسمبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همین چهره ها رو خیلی زیاد در حیات مطربان دیدیم. اینها هم باشند مبارکشا جمعه و گلبک سعادتف. این دو شخصیت صاحب استعداد شاهکاری های خیلی زیادی کردند در بخش موسیقی تاجیک، موسیقی سنتی تاجیک و فعلا یکی از همان نوازیش های خیلی زیبای پیشنهاد شما شد که همین نوازیش را گلبک سعادتف یک زمان پیشنهاد کرده بودند و براستی با شنیدن همین نوازیش به یاد همان برنامه های با شکوه کنسرتی رفتیم که واقعا هم روحیه ایدو نداشتیم. در تالارها انسمبل دریا رو می دیدیم که با یک شکوه با یک حشمت خاصه در همین برنامه های اشتراک می کردن. مخصوصا همین نوازش خیلی زیاد اجرا شد و همین دو مطرب با یک مهارت بلند در نزدی تماشابینان، در نزدی مردم خیلی خوب برآمد می کردن. بیاید درباره همین نوازش حرف بزنیم که همین نوازش کای تولید شد؟ استاد گلبک سعادتف نیز در قطار استاد مبارک جو جمعیف بسیار اجادیاتی با رنگین داشتن و همیشه کوشش میکردن که ریپیرتوار انسامل دایرو بای باشد، از نوازیش ها، از سرود ها و خیلی که شما قید نموده در همه چوره بینیایی که چی حکومتی چی چوره بینیای فرهنگی حتما گروه هنری دایرو در این چوره بینیا باند بود، یعنی که به انسامل دایرو اگون چورابینی فرهنگی نمی گذاشت و حتما در این چورابینی ها باید اجادات نو پیشنهاد می شد، موسیقی نو پیشنهاد می شد، سرودای نو پیشنهاد می شد و این موسیقی که حاضر ما و شما گوش کردیم و فیضی سحر نام دارد از اجادات استاد گلبک سعادتف می باشد. سالهایی در انسامل دایرو فعالیت نمودنشون اجاد نموده بودند. این دو شخصیت در سیم سال هم با هم قریب که هم سال بودند، فقط اونها را یک سال تفاوت بین بود تمام و خیلی دوست و رفیق نزدیک نیست بودم. ولی میگویند که به فرق از گلبک مبارکشا یکم جدی بودن، آروم طبیعت بودن، ولی گلبک خیلی شوخ طبیعت بودن، همراهی انسامبل شوخی های خیلی زیاد میکردن. ولی استاد گلبک سعادتف با اگون سبب به انسامبل بکر نمیومد حتما اون روز احساس میگردید، چون که ما همه طبیعی خیره داشتیم. بله. و طبی ما همه مطربان را تنها گلبک سعادتف میتونست بالیده کرد، گردوند با یک سخنه، با یک گفتوره و استاد مبارکشا جمعیف کمی جدیدتر بودن نسبت گلبک سعادتف و نه ما وقت شوخی های استاد گلبک سعادتف را برداشت میکردن را سیگر و میگوین که روحیه همون گروه بسیار وقت گلبک بوده است، یعنی روحیه ما همون نوازنده ها را آوازخوان ها را مخصوصا سعادتف بولو می بردن، شوخی های خیلی زیاد میکردن. بله، بسیار شوخی های خیلی شوخی های دلنشین میکردن. اگر اون حالت های مشکلی میشید در انسامبل دایرو کارها بسیار میشد، گلبک سعادتف میتونست با یک سخن با یک گفتار همه مشکلی را دور کند. بله، فضا را تغییر میده. فضا را تغییر داد. بله. و برای من خیلی عجیب است که ببینید که مثلا یک نفر مطرب همگی یک مطرب نیست که مثلا از روی اثری که پیشنهاد میکنن همون اثر رو همراه با دیگر اعضای انسامبل می نوازد. در برابر این، در برابر مهارت بلند نوازندگی داشتن، ببینید که چقدر آهنگ ها رو نیز پیشنهاد کردن. از روزی که به انسامبل دایرو به کار آمدم شخصا من یک نیتی نگم رو خیلی دنبالگیر بود که این موسیقی که ما از طریق تلویزیون رادیو میشنویم، از طریق برنامه گفتارهای رادیو میشنویم، اگر کتاب روی چوب نامده است، یعنی که این آهنگ فقط در خزینه طلایی رادیو بودن و این نیت مرا خیلی دنبالگیر بود و من نیت کردم که حتما باید این نوازش ها را باید ما بعدوار گیریم، پنوتا گیریم و همچون دستوری تعلیمی منظوری همگان گردانیم که همگان توانون از این موسیقی ها استفاده برند. اجازات استاد مبارکشا جمعیف خیلی فراخ بود. ما نمیتوانستیم همه پهلوی اجازات اون را در این کتاب جا کنیم و به خلاصه آمدیم که تنها نوازش ها یعنی موسیقی های اجاد نموده ای که برای انسامبل اجاد نموده است مبارکشا جمعیف روی چوب بیاریم و 20 آهنگی
استاد رو گلچی نموده در کتابی همسازی دریا. من این کتاب فعلا روی میز ما است. بله، همسازی دریا که همنام با یک نوازش استاد مبارک شد جمعه فصل همسازی دریا. این کتاب رو روی چوب آوردیم و در این کتاب چه خیلی که قید نمودیم 20 آهنگ که هر یک کدام یک تاریخ خود رو دارد. تاریخ زندگی نامه این مرد هنر، تاریخ انسامبل آوازده روی دریا، تاریخ دلی از عشق پر مهر مبارک شد جمعه. و هنگامی که شما برای تهیه چنین یک کتاب کمر گرفتید، استاد مبارک شد جمعه در قید حیات بودن؟ بله بله. ما این کتاب را سال 2008 روی کار آوردیم، ولی کار در این سمت یک سال دو سال دوام کرد، چون که راستی در آن سال ها ما نو با تکنولوژی کامپیوتری سر و کار داشتیم. ما خود نو آموزش داشتیم با تکنولوژی کامپیوتری و اولا ما موسیقی را به اطوار، یعنی که به نوت روی چوب می آوردیم، بعدا در برنامه های کامپیوتری آنها را نوتچینی میکردیم، ساد میکردیم و آن سال ها نو برنامه های کامپیوتری خاصی سایه موسیقی روی کار آمده بودن و این کار برای ما خیلی مشکلی میکشید. یعنی همون برنامه های مخصوصی که نوت ها رو در آوردن در لازم بود، یعنی نوت ها رو معین کردن لازم بود. بله. که امروز خیلی ساده و کلا استفاده میبرن. بله، با استاد مبارک شو جنبایف هم صحبت شده، آنها توصیه دادن که کدام موسیقی ها رو ما در این کتاب چو کنیم. 20 موسیقی و 20 گوهر نایاب بودیم، 20 لحظه شیرین زندگی، 20 صدای دل عاشقان، 20 نوای دل دادگان. این موسیقی ها هستند که امروز در تمام مؤسسه تعلیمی کشور ما استفاده می شوند. این کتاب همچون دستور تعلیمی برای دانشجویان کالج های صنعت، خوانندگان مکتب های مخصوص موسیقی، دانشجویان مکتب های عالی سایه فرهنگ از قبیل دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده و کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف. همیشه من فعالیت آموزگاری میبردم و حتما این موسیقی مبارک شاه جمعایف را ما با شاگردان خود نیز پیوسته کار میکردیم. این موسیقی را به آنها میآموزانیدیم، چون که موسیقی ها در حقیقت برای هر یک شنونده، برای هر یک مطرب، برای هر یک دانشجویی که از بر میکند موسیقی خیلی دلچسب است. واقعا هم در مورد همون شاگردانتون میخواستیم بپرسیم، زیرا برای ما مردم همچون شنونده پسند است، اما برای مثلا یک نسلی که تربیه یافته ایستاده است، چگونه پذیرایی میکردن، چگونه قبول میکردن و از بر کردن و نواختن همین اثرها برایشون چگونه است؟ در آخر سال 2021 ما با انسامبل سازوی خلقی دانشجویان کالج صنعت شهر دوشنبه به نام حماد باباقلوف با نوازش های استاد مبارک شاه جمعایف در آزمون بین المللی که در شهر اوفای فدراسیون روسیه برگزار گردید اشتراک نمودیم. انسامبل سازوی خلقی کالج صنعت و در این آزمون با این نوازش ها که خیلی شما گفته برای دانشجویان خیلی دلچسب است، چنان با ما عرض نواختن که هیئت حکمان برای انسامبل سازوی خلقی دانشجویان کالج صنعت شهر دوشنبه جای اول را مناسب دید و انسامبل کالج صنعت لاوریت دیپلم درجه اول این آزمون با نفوذ گردید. و باید بگویم که در برابر مبارک شاه شما کتاب دیگر نیز اینجا هست، گلبانگ نوبهار، گلبک سعادتف و بهادر یخشیف. یعنی در باره گلبک سعادتف نیز همین گونه مجموعه نوازش هایش را جمع آوردید؟ بله. و در مکتب های مخصوص موسیقی در کالج ها نواخته می شود؟ بله. بعد از اون که کتابی استاد مبارک شاه روی چوب اومد، بسیار هنرمند ها دیگر از این کتاب برخوردار شدن و پیوسته برای روی چوب آوردن از اجدادشون کتاب تهیه نمودن به من مراجعه میکردن و کتاب استاد مبارک شاه جمعایف میتونم گفت برای من یک پیروه شد. و در ادامه برنامه بیاید یک نوازش دیگر را اجرا کنیم. کی را انتخاب میکنیم؟ کدام نوازش را؟ فکر میکنم نوازش آینده ای که مطربان انسامبل نوروز به سمع ما شما میرسانند از اجدادیات استاد مبارک شاه جمعایف، گل ریز و سیر گلشن. این دو نوازش در علاهدگی ایجاد شده است.
ولی ما تصمیم گرفتیم که امروز در این برنامه این دو نوازش رو یک جا کرده با طوری یک جایی که به منظور بینندگان گردانیم. مرحمت باشه.
навозише ки айни ҳол иҷро шуд, мо ҳамин навозишро бештар дар саҳнаҳои рақсӣ шунидем. Махсусан қисмати авалашро ки Гулрез ном дорад, гулдухтарони ансамбли Гулрез, ансамбли Зебо ва дигар гурӯҳҳои рақсӣ хеле зебо иҷро мекардан. Яъне гӯё ки ҳамин наво барои рақс офарида шуда бошад. گویا که همان لباس های ملی زنانه توجیکی رو همین موسیقی زیب می دادن. دختران رو گویا همین موسیقی زیب می داد. و خیلی زیبا و فریده شده است گویا برای یک صحنه رقصی. دوستادان این چیز رو خوب درک می کردن. و هنگاه می آفریدن که حتما پیش بینی می کردن که این برای اگون گروه رقصی است. بله. و این موسیقی حتما اگون گروه رقصی اگون رقص رو تهیه نموده منظوری بینندگان می گرداند. موسیقی گلریز نیز حتما موسیقی می باشد که برای گروه های رقصی آفریده شده است و چخلی که ما شما پای بردیم از دو قسمتی بارد است. بله. قسمتی که خیرامون می رقصن و قسمتی که خیلی شوخ است. بله. بله. و قسمتی آخرش باز آرام می گیره. بله. یک موسیقی هست که هدف دارد، مقصد دارد و یک موسیقی هست که گویا تمامی تکنیک های رقصی توجیک رو فرا گرفته است. بله. و کدام سال همین موسیقی پیشنهاد شد؟ این موسیقی سالهای خیلی پیش روی کار آمده است، چون که ما وقتی که سالهای 98 به انسامل دایره با کار آمده علاقه این موسیقی از جانب استاد مبارک شاه جمعه فیجات شده بود. ولی قسمت دومی اون که ما گفتیم سیر گلشن نام دارد، این بعدان سالهای که ما در انسامل فعالیت میکردیم روی کار آمد سیر گلشن. بدون همون گروه های رقصی در نظر دارم در الوهیدگی مطربان این دو اثر رو اجرا کردن؟ بله، چخیلی که ما گفتیم هر یک برنامه ای که از جانب تلویزیون ها انسامل دایره صد میکردید حتما ما در این برنامه یک نوازش از جانب مطربان پیشنهاد میشد و صد میگردید، منظور بینندگان میگردید و در هر یک برنامه ما کوشش میکردیم که یک موسیقی نو باشد، یک ایجادی نو باشد و اساساً این موسیقی رو با ما آیت مطربان پیشنهاد میکردن این دو مرد هنر. خیلی که گفتیم اوید این دو مرد هنر نیز ما کوشش کردیم که دو دستوری تعلیمی رو روی کار بیاریم. دستوری دیگری تعلیمی که از یجیدات استاد گلبک سعادتف ما روی کار آوردیم گلبانگی نوبهار نام دارد و در این کتاب ما در برابر آن موسیقی ایجاد نموده گلبک سعادتف اینچنین سرودهایی که از جانب استاد ایجاد شده است و از جانب هنرمندان معروف کشور سرایده شدند در این کتاب جو نموده. موسیقی خود یک خورشید دل است. همین خورشید دل با سادگی تولید نمی شود. مثلا یک هنرمند شاید برای تولید یک نوازش که همگی یک دقیقه مثلا وقت دارد خیلی وقت زیاد رو صرف میکند، چقدر زحمت ها میکشد که همون موسیقی پورا شود. ایجاد نمودن به هر یک کس میاثر نمی شود. ما ای پیوسته تمرین ها، ای پیوسته آموزش ها میتوانیم مطربی چیرادست گردیم. مطربی به همتا گردیم. ولی ایجاد نمودن خاصی هر یک کس نیست. ایجاد نمودن باید در وجودی تو باشد، در قلبی تو باشد، بعد تو میتوانی ایجاد کار شوید. متفکری بزرگ محمد اجازی در باب موسیقی خیلی خوب، خیلی نکو گفته که موسیقی بهتر از هر سخن میتواند دل رو از مهر و شفقت یا خشم و خصومت به تپش در آورد. در حالت های میتواند موسیقی تاثیرش از سخن بالاتر باشد. و وقتی که دل به نوا میآید و از عشق و محبت از احساسات لبریز میشود بعد موسیقی تولید مییابد. امروز که واقعا هم یک برنامه غیر انعنوی بود، یک برنامه بود که ما تنها نوازش ها رو اجرا کردیم و باید بگویم که همین اقدام رو، همین ایده رو برای ما که مطربونی انسامبل نوروز پیشنهاد کردن یک ایده خیلی جالب بود و یک یاد نظر به همون نوازش های خیلی زیبا کردیم. نوازش هایی که خاراکتری تن تنوی دارن، نوازش هایی که خاراکتری ایدونه دارن و نوازش هایی که هر لحظه شنیدنشون رو ما در جمع نوازندگان، در جمع آوازخوان ها خیلی زیاد دوست میداریم و از دو نفر شخصیت یاد آوردیم که واقعا هم در آفریدن همین گونه نوازش های
барои гурӯҳе ки пешниҳод мешаванд нақши калон доранд. Ин ҳам бошад Муборакшо Ҷумаев ва Гулбек Саодатов. Гумон мекунам ки хотири мухлисонашонро шод гардонидем, хотири тамошобинонро шод гардонидем. ва қабл аз оне ки аз шумо хоҳиш бикунем ки як навозиши дигарро дар интиҳо пешниҳод бикунед, ташаккур мегӯем барои шумо барои пешниҳоди чунин як идеяи хеле хуб, як идеяи ҷолиб. ташаккур ки омадед имрӯз дар барнома ҳамроҳ бо мо будед. ва дӯстони изатманд, ёдрас мекунем ки ин барномаи хотираҳост ва имрӯзи барномаамонро бахштем ба ду нафар аз мутрибони ансамбли Дарьё ва ду нафар аз мутрибоне ки дар ансамблҳои дигар хеле зиёд кор карданд ва воқеан ҳам мусиқиҳои ҷолибро пешниҳод карданд барои мо Муборакшо Ҷумаев ва Гулбек Саодатов. ва дар интиҳои барнома як навозиши дигарро пешниҳоди шумо мекунем. боқӣ сиҳатманду пирӯз бимонед.